دوران بچگی خیلی گوشه‌گیر. حالا نمیدونم بر اثر چی بود. من یه آدمی بودم تقریبا تک بودم، تنها بودم. میشدم تنها بود. میمونی صحبت میگردیستم مثلا. از وضع زندگی چرا اینجوریه. بزرگ بشین چیکار کنین چیکار نکنین. اون دوست داشت مثلا یه آدم قوی بشه که اونایی که مظلوم واقع میشن و نجات بده. احمد یقه منو گرفت و کشید داخل بیمارستان. هی من گفتم برادرم یقه رو ول کن، یقه رو ول کن. یه از این گفتن کشون منو برد. اینا کارمنده من بودن دیگه. کل خجالت کشیدم آورد. نفر آخرم عیالم. خلاص یک نگاهی کرد که بیشوهر شدم رفت به کارش. رفتیم داخل یه اتاق یه مجلس. کتک خوردن حداقل حقی بود که من واسه اونجا روم اجرا می‌شد. من داشتم دنبال یه توجیهی میگشتم که جوری احمد آروم کنم که قضیه بکشم به سپاه، یه میخواد منو بزنم بیره تو سپاه قراره بزنم، یه دیگه کار من رو نزنم. من فهمیم داد دنبال چیزی میگرده که پرت کنه به سمت من. معلوم پریدم اونور، احمد متوجه شد. من گفت وایسا، گفتم در رفتم دیگه. من یک لحظه ویش یه چیز از کرا گوشم رد شد تو دیوار، دم یه چنگاله. ساعت 8 به اعلام گفتم بریم. گفت من نمیام. گفت وای دیوونه، تو رو آبرو حیثیت تو رو بکنم، تو حرفم مفت نزن. فرمانده من کوتاهی کردم. چشم کو درست میده دیگه. شما تو این بخش پس شما چه قبرتونی میکردی اینجا؟ چرا کنترل نمیکنی کار مثلا بیمارستان؟ بونه من یه چیزی میگم، گفت بیخود بون چیزی میگی، حق نداری. فقط با من بیا. گفت چه بودم کار دارم. چیکار داری؟ تو با من بیا. نگفتم تو رو برای چی دارم میبرم. بعد ما اومدیم سلام علیکم. علیکم السلام. ببخشید بعد توضیح بدیم. گوی توضیح نداد این جوونه که یه هفته اومد این درست یا داداش خودت دیگه بود اینجوری عمل می‌کردی؟ این برادر خانم خودت بود اینجوری عمل می‌کردی؟ تو مگه دین نداری؟ مگه خدا نداری؟ مگه پیغمبر نداری؟ تو مسئولیت رو دوشته. اینکه من روز اول گفتم سقف بیمارستان رو سرت خراب می‌کنم، منظورم همین کارا بود. خب پیغمبر رو خوش می‌دونم گفتم غلط کردیم و ببخشید دیگه. حالا چش بعد همینجوری نشستی اومد شروع کنه، خانمم وارد شد. گفت که مشتبه اینه برای چی آوردی؟ من گفتم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. اصلا پوکید فضاش کامل عوض شد، زد زیر خنده و یکم خنده کرد و بعد دیگه بلند شد منو بغل کرد. میخواست دست منو مچ کنه، میخواست پای منو مچ کنه، خیلی منو به هم ریخت اونجا. من حالت عاطفی احمد اون روز دیدم. چون تو زنم، گفتم احمد من بقید که سوگه گیری کردم، من بقید منو ببخش. من تندروی کردم، به حقه بود کتک بخوری، ولی من تندروی کردم. مخصوصا من اصلا حواسم نبود که مثلا تو خانمت اونجاست، چرا من این کاری کردم؟ ما شما ببخش. اصلا من دیوانه کردم. برادران توجه بفرمایید. اجازه بدید. توجه کنید برادران.
بعد از دبیرستان ما دیگه احمد رو ندیدیم تا سال 59. میخواستم اعزام رو میکنم به یه منطقه، مثلا ما هم یه گروه 70-80 نفر از تهران رفته بودیم اونجا. همین بپرسیدم مثلا مسئول سپاه کیه، فرمانده سپاه کیه، این چیه اون چیه، گفتن برادر احمد، برادر احمد، برادر احمد. اونجا هی از احمد میگفتن، ما میگفتم کیه. من برای خودم از فرمانده سپاه یه قولی ساختم، پرسیدم این فامیلی آقا کی، گفت متوسلیان. اونجا تازه باور نمیکنه، بازم 5% شک داشتم که احمد متوسلیان باشه، چون احمدی که ما میشناختیم گفتم که یه بچه گوشه گیر، اگه میخواست یه کلام صحبت کنه 500,000 تومان بهش میدادی. پس سخنرانیش که تموم شد تا رفتم جلو 3-4 قدم که مونده بود بهش، دیگه دستاشو باز کرد و بغل کردیم هم درو، بعد خود اول پرسی کردیم، فقط یک کلام گفتم احمد اینقدر تو گفتم من ترسیدم تو بیام، نمیستم توی. بعد خندید و زد پشتمونو، بعد رفتیم با هم دیگه با بچه های دیگه همه سوار ایپ شدیم، رفتیم تو منطقه. من که فرمانده سپاه شدم دست همت رو گرفتم، با هم رفتیم مریوان پیش احمد، اونجا جلسه گذاشتیم و قرار گذاشتیم که احمد و حاج احمد با هم دیگه یک عملیاتی انجام بدن. اون عملیات رو طراحی کردن به اسم عملیات محمد رسول الله. عملیات بسیار موفقی بود و جاده رو از دید و تیر عراق آزاد کردن. البته وارد شهر هم شدن، تعدادی اسیر گرفتن و شهر خرمال عراق رو هم رفتن مسلط شدن. بار دوم که من رفتم تشکیلاتشون رو بررسی کردم، بهشون گفتم دیگه شما آماده بشید بیاید جنوب، ما در جنوب یک عملیاتی داریم، عملیات بسیار مهمیه، شما باید بیاید در اون شرکت کنید. حاج احمد یه اشکال رو میگرفت که شما به کردستانات توجه نمیکنید، تو شما همه خوزستانی هستید، رفتید همه جمع شدید جنوب، کردستان محروم مظلوم محبت نمی کنی و توجه ندادی. ایشان تو کردستان خدمت کرده بود، عاشق مردم شده بود، می گفت نمی رسید به اینجا، خود درستم بود امکانات می رفت به سمت جنوب، چون محمود شهبازی نسبت به آقا حسین خیلی ارادت داشت و موقع وقت فرمانده کل کل آقا چون حکم از امام داره، وقتی هرچی میگه مثل که حکم امامه. ایشان با آقای شهبازی صحبت میکنه، شهبازی بهش میگه احمد بپذیر. لیلة القدر خیر من الف شهر. همیشه سفارش بود که به مردم خدمت کنید، گفت داخل نمازهای جمعه اینا برید، داخل نماز جماعتشون شرکت کنید، اقتدا کنید به امام موسی هاشون. سلام هی حتی مطلع الفجر. الله اکبر. بازار رو انداخت، سیستم ادارات رو انداخت، در حال گرفتن ثمره و میوه از مریوان بود که بحث رفتن به جنوب پیش آمد. و وقتی که میخواست وداع کنه از این شهر، برای شهری که آباد سرود تقریبا میخواست بره، یکی گریه میکرده که باز دست احمد رو ماش کنه. احمد هم دلداری میداد، اونم گفت نگران نباشید، احمد اگر رفت خدای احمد اینجاست انشاءالله. خواست احمد به جان کندنی از مریوان خداحافظی کرد و رفت. Good luck.
آموزش براش یک اصل بود. جملات ایشانم دارم تکرار میکنم. من در آموزش و تمرین و مانو شهید میدم، تو عملیات شهید ندم. من اگر اینجا 5 شهیدم بدم، مسئولیت خونشان رو میپذیرم که اونجا 50 شهید ندم. صبح بدون استثنا یک نفر حق نداره تو ساختمان دکتر باشه. یک روز بعضی شروع شد بلندگی بود. یکی تمرین ها شنا بود. حاج احمد بایستاده بود، خودش هم میکاره میگرد ولی بلند میشد باید میسد. شمارش که داشت مربی انجام میداد بلند میشد باید میسد نگاه میکرد. چون بلندگی بود، زمین خیز شده بود. بعضی بلاده مثل محمود شهبازی. بلا خب جانشینم بود. از مخوام باستنش بالا وجه گرفته بود که خیس نشه. من قشن یادمه وقتی آمد با لگد زد روی باستنی گفت بچسب میزد. بدون استثنا اونایی که دیگه چون میشناختن دیگه خیلی آجام اونایی که این کارو نکرده بودن خودشان دیگه خودشان رو زمین انداختن. یه جای خوش آب و هوایی بود و چشمه‌ای بود و موتور آبی بود و اینها، بچه‌ها رو می‌بردیم اونجا آموزش می‌دادن. بهش می‌گفتیم کمپ بلتا. گردان ها به نوبت می رفتن اونجا آموزش می دادن، مسیر راهپیمایی انجام می دادن تو تپه که برزیده و آماده بشن برای روز عملیات فتح المبین. محسن وزبایی اولین فرمانده گردان حبیب بن مظاهر، همه هم پاسدار بودن، یک بسیجی هم توشون نبود. یه روز حاج احمد منو صدا کرد گفت ماشین تو بردار بریم کمپ بلتا، یه سر بزنیم به وزبایی و نیروهاش، دارن آموزش میبینن، ببینیم چیکار دارن میکنن. تو همین حالی که داشتیم میرفتیم بودن ساعت 4 بعد از ظهر بود، من دیدم یه 10-15 تا تویوتا پر از نیرو به طرف ما دارن میان. حاجی گفت اینا کیان؟ دم نمیدونم والا. چراغ دادم بهشون، وایستاد سرستونشون، رفتم پایین دیدم وزباییه، یه توییت های توشه، نیروهاشم پشتش، بقیه هم پشت سرش دارن میان. اومدم گفتم آجا احمد برادرمون آقا محسن وزباییه، با نیروهاش دارن میرن دو کوه. پیاده شدیم و با هم رفتیم. گفت آقا محسن من به شما گفتم تا 6 اونجا آموزش بدید بچه ها رو، الان ساعت 4، 2 ساعت شما زودتر دارید میرید، چرا زود حرکت کردید؟ برگرد آقای وزبایی گفت آقا احمد بچه ها آمادگی کامل دارن، آموزششون کامل شده و من دیدم موندن اون اضافه است دیگه. حاجی گفت نه، من گفته بودم 6، بابا تا 6 میموندی، دستور فرمانده ایره تاعت میده. ستونی کچ کردن برگشتن توی کمپ بلتا، دیگه نبردشون اون محل آموزش، آوردشون جایی که بعدها شد قرارگاه تاکتیکی تیپ حضرت رسول. اعلام کرد که خب نیروهاتو به خط کن، من یه چک بکنم. به خط شدن، گفت من یک دستور خیز 5 ثانیه بهتون میدم، اگر خوب انجام دادید که میرید دو کوه جهت استراحت، اگر نه که باید بمونید آموزشتون رو تکمیل کنید.
شروع کرد ایراد گرفتن. از اینجاش من دیگه حضور دارم. برپا داد اینا بلند شدن، گفت آیه وزوایی این خیز نیست که من نظرم بود. بچه ها خوب کار نکردن، فردا دوچار مشکل میشن تو این عملیات. از نظر بنده بچه ها خوب عمل کردن، ولی حاج احمد میخواست بگه چرا شما زودتر هستن از ساعتی که من مقرر شدم. بعد گویی برادر وزوایی چه وضعیه؟ جره بستشان شد، رو کرد به بچه ها گفت حالا آقای وزوایی خودش یه پیز 5 ثانیه میره تا شما یاد بگیرید که خیز یعنی چی. ولی اعلام که کرد به خیز، وزوایی با قدرت تمام گفت نمیخیزم. حاج احمد گفت نمیخیزی؟ با عصبانیت گفت نه نمیخیزم. رو کرد به من گفت بعد از برقیشون بازداشت اسلحه‌شون رو بگیرید. گفتم جلو، گفتم من مسلم ببخشید دستور حاج احمد اسلحه‌تو بده. با قدرت به من گفت نمیدم اسلحه‌مو. من دیدم خیلی بچه جلو 300 تا 400 تا نیرو، فرمانده تیپ و فرمانده گردان نداد اسلحه رو نداد و نهایتا گفت بعد احمد من میگم که بازداشتش کنید. سوار ماشین شد رفت. من هم میدونم حاج احمد وقتی به ما گفت بازداشت کن، با قول ما استلام و قپی برفتن بگنه بازداشت کن، جای بازداشت نبود که انتظاری هم از من نداشت که ایشون رو بازداشت کن. ما چی کاره بودیم که اصلا بازداشت کن؟ آرامش کردم، خیلی ناراحت بود که شد. گفت دیگه اصلا دیگه من اینجا نمیستم. دیگه ای تو برخورد جلو نیراد منو خراب کرد. اصلا من دیگه فرمانده میدادم باشه. گفتم باشه حالا نیرا جمع کن شما بیا عقب. بچه‌هاش هم که جمع کرد همونجا تو جمع میکنیم، همه بچه‌ها هم گفتم ما تابع توییم. به نظر من اصلا اگر من بودم اصلا روحیه عملیات نداشت. جسارت میکردن، توهین میکردن بعضی بچه‌ها حاج احمد و از وزوایی میخواستن. وزوایی بازم با علی‌رغم همه چی بونم گفت شما کارتا نباشه میریم جمع میکنیم میریم دیگه تهران. گفت فردا دیگه اینجا نیستیم، تهرانی. رفتیم سراغ شهبازی و گفتم اتفاق بادش داستانه بود. گفت احمد بازم خواب کرده کرد. خیلی صحبت شد. در ابتدا که مو گفت اصلا ایشان دستور اجرا نکرده، بی نظمه، اصلا حاضر نبود کتابیه. گفتم بادر احمد واقعا شما بادر محسین رو له کردید. گفتم شما که رفتید تمام بچه ها بهش اعتراض میکرد. چه فرماندهی کیه، چه بد اخلاق فلان. بعدم خیلی حرفای تندم زدن بهشان، ولی ایشان اونا رو آرام کرد. بعدم گفت جمع میکنیم میریم. گفت مصممه که بره؟ گفتم قطعی داره میره. حالا اولش میگفت بره و اینا، تند بود دیگه. من میگم این من میگم و داشتش. Thank you.
از نظر من صبح حاج احمد سنگ تمام گذاشت که گفت شما فکر میکنید اگر من با آقا محسن میگم بخیز میخوام ایشونو تنبیه کنم جلو شما؟ نه، هدف من این نیست. من دوست ندارم خون از دماغ شما بیاد. من دوست ندارم تو عملیات شهید بدیم. دوست ندارم مجروح بدیم. برادرای من شاهد باشید که آقا محسن امید آینده اسلامه. من وزبایی رو مثل چشمام دوست دارم. بسیار شکننده بود او برخورد برای حسین وزبایی، اما واقعا تو عمل میان در کنار هم میپذیرن که برای هدف مقدسی که دارن بعد گذشت کنن، ایثار کنن. من فکر میکنم که محبت اینا نسبت به گذشته بیشتر شد نسبت به هم. این یه تیکه که اینجا هست تضمین شده گرفته بشه، توجه میکنیم؟ یعنی ما یه تضمینی داشته باشیم که این 100% سقوط کنیم. جز الان حالتی پیش اومده که اگر ما به ملت بگیم 10,000 کیلومتر زمین دیگه هم آزاد کردیم، ملت میپرسن خرم شهر چی شد؟ توجه میکنیم؟ شاید باور نکنن که ما اینقدر زمین هم آزاد کردیم. متوجه چی میکنن؟ باور نمیکنن اینقدر زمین آزاد کردیم مگر به آزادی خونی شد. الان هم ما هر حرکتی رو که میخواییم انجام بدیم تضمین آزادی خونی شهر باید توش حتما باشه. و از بابت این به یاری خدا این عملیات برای آزادسازی خونی شهر، یعنی رده به رده جلوش خط کشیده میشه. از یه رده ما رو بشکنیم یکی دیگه باشه، یکی رو بشکنیم یکی دیگه باشه، که به یاری خدا تضمین برای خونی شهر باشه.